تأکید ریاست جمهوری بر معرفی کابینه در وقت معین آن و واکنش ولوسی جرگه. کشته و زخمی شدن افراد ملکی در ولایت لوگر در حمله هوایی نیروهای خارجی. و هند میگوید که به تغییر پالیسی پاکستان در مبارزه علیه تروریسم باور ندارد. برام خدا و با عرض سلام، امروز شنبه ششم جدی سال 1393 هجری شمسی که برابر می شود به 27 دسامبر سال 2014 میلادی. بیننده تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان تا این ساعت از کابل نیوز هستید. در آغاز رویدادهای داخل کشور. سخنگوی رئیس جمهور میگوید کابینه جدید در زمان تعیین شده آن معرفی خواهد شد. از مهلت تعیین شده رئیس جمهور برای معرفی کابینه در کنفرانس لندن فقط 4 روز باقی مانده و مسئولان میگویند که رئیس جمهور در این مورد بر تعهداتش پابند میباشد. از سوی دیگر ریاست اجرایی میگوید که آنها در مورد معرفی کابینه مشکل ندارند و از ارگ ریاست جمهوری میخواهد که عامل تاخیر معرفی کابینه را روشن کند. با وجودی که گزارش های در مورد اختلاف جدی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر سر معرفی کابینه وجود دارد، سخنگوی رئیس جمهور میگوید که کابینه جدید بر اساس وعده رئیس جمهور در کنفرانس لندن معرفی خواهد شد. برای این مهلت رئیس جمهور 4 روز باقی مانده است و مسئولان میگویند که رئیس جمهور در رابطه بر تعهدش پابند است. ما فکر کنم که بهتر خواهد بود که منتظر مهلت بشینیم که رئیس جمهور اعلان کرده بود و در وقت مشخصی که سوی رئیس جمهور که مدت 2 تا 4 هفته بود، انشالله کابینه نو با مردم افغانستان معرفی خواهد شد. گفتم میشه که رئیس جمهور از پارلمان یک هفته دیگه. من گفتم منتظر ختم میاد رئیس جمهور میشینه. از سوی هم ریاست اجرایی میگوید که آنها در معرفی کابینه مشکل ندارند و باید دلیل تاخیر آن از زرق پرسیده شود. دو تیم های بسیار بزرگی هستند. تا جایی که به تیم اصلاحات و همگرایی صورت ارتباط میگیره، همیشه آماده تقدیم کاندیدها به کابینه بوده است و خواهد بود. بقیه از اینکه چرا تأخیر صورت میگیره، زیادتر شما میتونین که از مقامات مربوطه ریاست جمهوری پرسان کنین که دلیلش در کجا هست. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی جهت بررسی وضعیت امنیتی ولایت هرات وارد این ولایت شد و در مورد به مسئولان محلی هدایت لازم داد. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که رئیس جمهور به زودی در مورد سرنوشت ولایت هرات فیصله خواهد کرد. مشکلات را که مردم هرات داشتن، همه این مشکلات به رئیس جمهور رسید و رئیس جمهور مطابق گزارش هیئت خودشان امروز شخصا به ولایت هرات آمدند و در اولین نشستی که امروز صبح داشتند روی موضوعات امنیتی ولایت هرات در کل صحبت صورت گرفت. از مسئولین محلی در مورد امنیت ولایت هرات معلومات گرفتند و این در حالی است که چند قبل رئیس جمهور پس از استماع گزارش هیئت اعزامی به ولایت هرات سرپرست آن ولایت را از وظیفه‌اش برکنار کرد. همزمان با پایان یافتن از ضرب العجل تعیین شده از سوی ولوسی جرگه به حکومت برای معرفی کابینه، این جرگه موفق به فیصله نهایی در این مورد نشد. قرار بود که ولوسی جرگه در صورت عدم معرفی کابینه روز شنبه در مورد وارد کردن فشار بر حکومت فیصله نهایی خود را اعلام کند، اما پس از بحث‌های طولانی برخی از وکلا مجبور شدند که بار دیگر در این رابطه با حکومت گفتگو کنند. در همین حال شماره از اعضای ولوسی جرگه بر موقف غیر سیاسی نهادهای امنیتی تاکید می‌کنند، اما عده دیگر آنها گماشتن وزرای بدون موقف سیاسی را مؤثر نمی‌دانند. در کنار اختلاف‌های عمیق میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر سر معرفی کابینه، اعضای ولوسی جرگه نیز در مورد تعیین وزرا اختلاف نظر دارند. برخی از اعضای ولوسی جرگه بر رئیس این جرگه انتقاد می‌کنند که به گفته آنون در مورد تعیین ضرب العجل به حکومت با وکلا مشوره نکرده است و با پایان این مهلت هیچ واکنش را به حکومت نشان دادن نمی‌توانند. افغانستان دفاع وزارت، داخله وزارت، امنیت ملی، ستر محکمه او لو سرند ولید ته از عبد تنظیم سره ووزی چې په دادر لسخاله باندې درست نتیجه نه ور کړی. هغه وزیر صاحبان چې امنیتی سکتور ترازی هغه باید سیاسی
په ډالو ټاپلو باندې تړلې نه وي. د تمام دنیا وزیر سیاستمدار است. اگر کسی میخواد که وزیر سیاستمدار نباشه، رئیس جمهورتون هم بکشین، رئیس اجرائیتون هم بکشین، معاونینشون هم بکشین. کی میتونه به ما بگه که جنرال خلقی، جنرال پرچمی، جنرال مجاهد نیست در این مملکت؟ جنرال بی‌طرف کی داره؟ ما هیچ باور ندارم که در افغانستان کسی در احزاب بوده، در افغانستان باشه و بدون حزب بوده باشه. از سوی هم برخی از اعضای ولس جرگه میخواهند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در رابطه با معرفی کابینه به شورای ملی وضاحت دهند. اما ایده دیگر آنان این خواست را فراتر از صلاحیت ولس جرگه میخوانند. پاره ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله دوار عدالت راو غړي متبات دي زه وباسي تلویزیون دي لپنی با سر سره کی. رئیس جمهور به خیانت ملی متهم نیست، کمکاری است، فساد است، ولی خیانت ملی نیست. بنابراین پیشنهاد میکنم که برادرها و خواهرها سنگ را که برداشتن میتونن به او دست نزنن. نه شپیته ما ماده واضح وایست رئیس جمهور نشی را گفتاله په دست موضوع که نو ضرور نده چی دی مطبعات و ذهنیت خراب کو. در این حال برخی از اعضای جرگه تاکید میکنن که رئیس جمهور باید وزرای حزبی و دارای تمایلات سیاسی را به نهادهای امنیتی معرفی نکند. اما شمار دیگر آنان گماشتن وزرای دارای تمایلات سیاسی را حتمی میخوانند. لطفا بر رسانه ها اعلان بکنین که ضرب الاجل روز گذشته شما یک تصمیم شخصی شما بود. تمامی جمع بندی شما روز که از یک موضوع خوشتان میاد او را بسیار لب لابش میکشین و بسیار خوب جمع بندی میکنین. یک روز شما حکومت وحدت ملی خلاف قانون یادآور میشین و به حکومت وقت میدین و امروز باز اگر این تالار ولوسی جرگه یا خانه ملت به شکل شخصی از پیش استفاده شو مزمی دقیقه حاضر هستم که استفا بدم مزمی جه. یک هفته را اولتیماتوم شما دادین، هیئت اداری را پیشنهاد کردیم همراهی جمعی از رؤسای کمیسیون، شما قال مقال کردین، رای گیری شد، باز شما میگین که والله نظر شخصیش است. قبل از اینکه هر کسی دیگه ای که خارج از داخل پارلمان را به زمین بزنه، متاسفانه تعداد از وکیل‌ها میخواهد که پارلمان را به زمین بزنه. قرار بود اعضای ولس جرگه در صورت عدم معرفی کابینه روز شنبه روی راه‌های بدیل فشار بر حکومت به توافق برسند. اما پس از بحث‌های گسترده برخی وکلا وادار شدند که در این مورد بار دیگر با حکومت گفتگو کنند. هیئت اداری با جمع از رؤسای 18 کمیسیون ببینه پیامش را بیاره در مجلس، بعد از اون ما شما تصمیم میگیریم در روشنایی. اما پیام همین درست است؟ کارتتان رو بالا کنید اگر همین مسئله درست است. تشکر. با آن که اعضای ولس جرگه بر معرفی هرچی زودتر کابینه به ولس جرگه تاکید دارند، اما گفته می شود که در میان گروه های سیاسی شامل حکومت بر سر تعیین نامزد وزرا اختلاف تازه ایجاد شده است. در حمله هوایی نیروهای خارجی در ولایت لوگر سه فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر آنها زخم برداشتند. مسئولان محلی می گویند که این رویداد در قریه آبجوش ولسوالی برکی برک به وقوع پیوست است. نمایندگان مردم لوگر در ولسجرگ بر این حملات خودسرانه نیروهای خارجی شدیداً انتقاد می کنند و می گویند که خارجی ها همیشه مناطقی را هدف قرار می دهند که در آنجا هیچ گونه نیازی به عملیات نظامی دیدن نمی شود. پس از شهادت 5 شاگرد مکتب در حملات خودسرانه نیروهای خارجی در ولسوالی شاگرد ولایت پروان، این بار برخی مردم ولایت لوگر قربانی این گونه حملات شدند. ولسوالی برکی برک ولایت لوگر میگوید که نیروهای خارجی روز گذشته باشندگان ولسوالی آبجوش این ولایت را هدف حملات هوایی خود قرار دادند که در نتیجه 3 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر آنها زخم برداشتند. خارج دکلنه یو خلک چلته ګرځېده د مځکې په خاطر یو سوی تفاهم شوي دي، بمبار کړی، 3 کسان په کملې دي، 2 ټپیان دي، خو دوی نه مني. خارجیان او کماندو وایي چې دوی مسلح کسان دي او موږ ته تر اوسه داسې دقیق شوی نه دي، کوم اسناد او شواهد موږ نه لرو چې ووایي دوی مسلح و که بېګناه خلک. متاسفانه دوی ته چې ووایي چې لاړ سئ په کونړ کې، هلته خلکو مو ځینې ولیدي، یغو ته ملا ماته ده، خو چې دلته راځي زمونږ کلیوال دا په خپله جنګ کې هیڅ دلیل نه لري. از سوی دیگر نمایندگان مردم لوګر در ولسي جرګه ادارههای محلی و مسئولان امنیتی آن ولایت را متهم میکنند که به نیروهای خارجی معلومات نادرست را شریک کردند.
خو متاسفانه د موږ یو تعداد مغرس چارواکو په باندې بیا یو هغه کسره غلط راپور ورکست ترڅو پرې د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله پیدا کړي. نمایندگان این ولایت از حملات هوایی نیروهای خارجی بر مردم ملکی شدیداً انتقاد میکنند و میگویند دیگر خودسری آنان غیر قابل تحمل میباشد. این در حالی است که قبل از این نیز انتقادهای بر نیروهای خارجی وجود داشت که هنگام ضرورت از نیروهای افغان حمایت نمیکنند و همواره مردم ملکی را با شکل خودسرانه هدف قرار میدهند. به شمول ریاست اجرایی مصارف تمامی نهادهای بودجه‌ای جدید غیر قانونی است. کمیسیون مالی و بودجه ولوسیرگا میگوید که تاکنون ریاست اجرایی و واحدهای دیگر بودجه‌ای که بر اساس فرمان تازه رئیس جمهور تشکیل شدند مورد تایید شورای ملی قرار نگرفتند و مصارف کارمندان آنها از بودجه ملی غیر قانونی میباشد. گفته میشود که رئیس جمهور بر اساس فرمان فوق العاده 55 میلیون افغانی را برای ریاست اجرایی منظور کرده است، اما فقط مورد مصرف 10 میلیون آن مشخص است و مدارک هزینه 45 میلیون افغانی دیگر مشخص نمی باشد. وزارت مالیه می گوید که آنها مصارف ریاست اجرایی را از طریق ریاست عمومی اداره امور می پردازند. اما مسئولان مطبوعاتی ریاست اجرایی از ابراز نظر در این رابطه خودداری کردند. رئیس جمهور غنی با صدور فرامین جداگانه به شمول ریاست اجرایی برخی واحدهای بودجه‌ای جدید را تشکیل نموده که تا هنوز از شورای ملی رای تایید نگرفتند. اعضای ولسی جرگا می گویند که به شمول ریاست اجرایی مصارف تمام نهادهای تازه تشکیل شده غیر قانونی است. آنها می گویند که ریاست اجرایی تا هنوز از سوی ولسی جرگا تایید نشده است و به شمول این ریاست مصارف تمام واحدهای بودجه‌ای تازه تشکیل غیر قانونی می باشد. جناب رئیس جمهور فرمان صادر کرده بود، حقیقی بود عاجل باید به شورای ملی معرفی می شود تا شورای ملی برای امزی ریاست رأی می داد. ای کار انجام نداد، پولی که مصارف انجام داد، ریاست جمهوری در واقع خلاف قانون انجام داد. که چرته ولسمشر در خپل کوډ نه علاوه نور مصارف د کول غواړي او د پرمان لمخې فکر کوم قانوني بڼه نه لري. بل خبره ده د قانون لمخې پراتلون کې بودیجه کې دغه نوې ادارې باید د تشکیل سره منظوري شي، د دې بودیجه هم منظوره شي په هغه شرط کې بیا قانوني بڼه لري. که چرته دغه نوی او در جمهور د خپل کوډ نام نوی د بل ځای نه مصرف کیږي دغه مصرف قانوني جواز نه لري. برخی منابع از قبل مسئولان وزارت مالیه میگویند که ریاست اجرایی بر اساس فرمان ویژه رئیس جمهور برای مصارف افتدایی خود 55 میلیون افغانی دریافت کرد، اما مورد مصارف 45 میلیون افغانی مشخص نیست که در صورت عدم وضاحت در مورد تمام مصارف این پول 12% جریمه خواهد شد. مسئولان مطبوعاتی ریاست اجرایی از ابراز نظر در این مورد خودداری میکنند، اما مسئولان وزارت مالیه میگویند که مقدار پول را به شکل مستقیم نه بلکه از طریق ریاست عمومی اداره امور در اختیار ریاست اجرایی قرار دادند. عنوانی ریاست اجرایی کدام تادیه صورت نگرفته، عنوانی اداره امور تادیه شده. هر تادیه که اونها ترتیب کردن برای ما روان کردن ما در مقابلش پرداخت کردیم. تادیه به اساس فرمان ریاست جمهوری است. مثلا اگر یک کسی واسطه میخرد طبعا او پیشنهاد کرده حکم گرفته و بودجهش منظور شده، اما چون واحد بودجهی هنوز مثلا اگر منظورتان ریاست اجرایی باشه نیستن، ما بر ازو تادیه کرده نمیتونیم. عنوانی اداره امور که مطالبه کنن بر ازو تادیه. مصارف ریاست اجرایی بدون منظوری ولسی جرگا در حال است که با گفته مسئولان وزارت مالیه در بودجه ملی سال 1394 با شمول ریاست اجرایی به تمام واحدهای تازه تشکیل بودجه اختصاص داده شده است. تاجران ولایت قندهار به مارکت جدید میوه تازه اظهار خوشبینی میکنند. آنها میگویند که این مارکت به شکل عصری اعمار شده و پاسخگوی نیازمندی های آنها نیز میباشد. برخی از دکانداران ولایت قندهار به این باورند که مارکت جدید به مشوره شاروالی اعمار گردیده و تمامی نیازمندی های آنها در آن رعایت شده است و آمادند که کار خود را در این مارکت آغاز کنند، اما برخی دیگر دکانداران به این کار موافق نیستند. با اعمار مارکت اصلی میوه تازه در قندهار مشکلات تاجران آن ولایت تا حد مرفوع شده است و دکانداران آن را در بازاریابی و فروش میوه مؤثر می خوانند. به گفته تاجران در مارکت جدید تمامی نیازمندی های آنها در نظر گرفته شده و به شکل اصلی اعمار گردیده است. مولا غنیو مارکیټ ته وسته دی چې سچې ګورو را جوړ کړی دی. بس مش ډیر دی چې خوشاله مش ډیر وسایو
دغه څو کس چې په مابینځ کې پاتې دي شل کس باید اچاو کسو پورته ور نه ور واچي. موږ د دولت څخه څو واره دا غوښتنه کړې ده چې تاسو موږ ته مارکیټ را جوړ کړئ. په هیڅ حال موږ غواړو نه اورېدي او موږ ته مارکیټ را جوړ نه کړئ. نن چې حاجي صاحب محمد صدیق او موږ ته مارکیټ را جوړ کړئ موږ یې کور ودانې وایو. ویلې چې زموږ مارکیټ د ټولو حکومتي ارګانو په مابینځ کې. اما دکانداران و تاجران نیز هستند که از کار کردن در این مارکت انکار می کنند و می گویند که به شمول شارواله برخی از سرمایه گذاران از این مارکت استفاده شخصی می کنند. مخک امر لرو شاروال صاحب امر مخک لرو تاید ساوی دی در داغ امر در مخک چه کم علی صدیق صاحب جوری مارکت سمونستر ایچ خبر نکرد در تنو شاروال صاحب را گوشت دی پر داغ امیش پر نیش در مخک و لاغه علی صدیق صاحب پر مارکت دی که سوک ورزی کنن ورزی ورزی شخصی مارکت دی. اما مسئولان شاروالی قندهار این ادعا را رد می کنند و تاکید دارند که این مارکت فقط برای حل مشکلات تاجران اعمار شده است. با گفته آنها در اعمار مارکت جدید هیچ گونه منافع شخصی در نظر گرفتن نشده است. او اگه کم امتیازات چی پا داغ مارکت چی موش دوی تور کریو داغ دکانون داغ اصنا چی دوی وای دوی طول دکانون پا دکریب دکانون دی دوی کرای نشینان دی دای زوازه وان د شاروالی ملکیت د هر چا سره چې هغه د شاروالی کرای نشین دی قسم که هر څوک هغه خاص بل دغه نس هر چا د یو کی چکی هغه هر خلک کی چې تجارت کوو نه دی تجارت خو سی بدی تر مامیږي او دا مارکیټ چې راسي ان شاء الله بیا نو دی تر مامیږي ستنه خدمت سوي دی. مارکت جدید میوه تازه در قندهار در مساحت 50 جریب زمین ساخته شده است و دارای 750 دکان و دفاتر می باشد که امار آن در ولایات جنوب غرب کشور یک گام بی سابقه خوانده می شود. امروز ششم جدی برابر است با 35مین سال روز تجاوز قشون سرخ بر افغانستان. 35 سال پیش از امروز اتحاد جماهیر شوروی سابق حملات خود را به منظور پشتیبانی از حامیان کمونیسم و اشغال افغانستان آغاز کردند و از راه‌های ترغندی، شرخان بندر و حیرتان وارد افغانستان شدند. در نتیجه تهاجم قشون سرخ بر افغانستان 1 میلیون افغان شهید و زخمی و ده‌ها هزار تن دیگر مجبور به ترک افغانستان شدند. اما در اثر مبارزه مجاهدین افغان این اتحاد پس از 10 سال حضور در سال 1998 مجبور به ترک افغانستان شدند. ششم جدی برابر است با 35مین سال روز تجاوز قشون سرخ شوروی به افغانستان. در این روز 150 هزار نیروی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرده و دولت حفیظ الله امین را سقوط دادند و ببرک کارمل را به قدرت رسانیدند. این اشغال باعث ویرانی همه زیربناهای افغانستان، شهادت، معلولیت و مهاجرت میلیون ها افغان گردید. تجاوز قشون شوروی سابق به نام روز سوی افغانستان هم یاد می شود که سالهای متمادی سبب عقب ماندگی و توسعه افغانستان شده است. آموختنی های بزرگ دیش است. جریانات که در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق اتفاق افتاد ثبوت کرد که هیچ متجاوزی نمیتوانه که مردم افغانستان در بند بکشه. جنایتکارایی که باعث اشغال وطن ما شد، یعنی کمونیستای خلقی و پرچمی را ما باید بشناسیم که امروز کل از وا شعار دموکراسی میته، شعار آزادی بیان میته، از حقوق بشر گپ میزنه و وطن ما را دو دسته به روسا تسلیم کردن. متاسفانه عمدن و قصدن بقایای رژیم و یتیمای کمونیست ها و همچنان مزدوران غربی اونا نمیخواین که امروز افتخارات بزرگی را که مجاهدین به دست آوردن امروز اینا محفل بگن. علت تجاوز اتحاد جماهیر شوروی اشغال افغانستان، پاکستان، ایران، هند و رسیدن به آبهای گرم گفته شده است. اما علت دیگر این که شوروی سابق با تجاوز به افغانستان میخواست وارد میدان جنگ با آمریکا و متحدان آن شود و افغانستان را بهترین گزینه انتخاب کرد. همه حالتهای بدبختی که در افغانستان چی از طالب چی غیر طالب چی غربی که آمده همه دستاوردهای خلقی ها و پرچمی هاست. رقم مهاجرین افغان نظر فیصدی بزرگترین رقم مهاجرین در جهان تشکیل میداد. افغانستان کشور غریب بیچاره در اون زمان ما 200 میلیارد دلار در اثر تجاوز شوروی خسارمند شدیم.
اما در کنار سایر تاثیرات سوی این تهاجم، بیشتر شدن اصالت ذهنی و حس وابستگی به بیرون‌ها در میان افغان‌ها از موارد دیگری است که 35 سال پس از تهاجم قشون سرخ بر افغانستان پیامدهای بد آن را افغان‌ها حس می‌کنند. در حقیقت اگر سیل بکنی، تجاوز روزها در کشور افغانستان یک فاجعه بسیار بزرگ و واقعیت نقص پسیر برای مردم افغانستان بود که متاسفانه که تا امروز مردم افغانستان به حال نمیه و مقصر اصلی به خاطر تجاوز روزها در افغانستان کسی است که در او زمان بود، به صفت قدرتمند بود، به صفت حاکم افغانستان بود. یک خیانت بسیار بزرگ به خاطر ای که افغانستان به بسیار بدبختی ها کشان و تا حال ما به حال نمیم. یک موضوع. موضوع دیگه ای که در حقیقت اگر سیل بکنیم، کشور افغانستان کشور اسلامی است، کشور مسلمان است، مگر متاسفانه که مورد حملات حرکات کفر قرار گرفته. ما مردم مسلمان افغانستان یک امروز هم انگیزه آزادی خواهی و انگیزه دیانت و اسلام دوستی در ازان ملت افغانستان وجود داره و ای که امروز تجلیل درست نمیشه، ای بنا به توطئه بوده که بر مجاهدین ریخته شد. اتحاد جماهیر شوروی از راه های ترغندی، حیرتان و شیرخان بندر به افغانستان حمله کردند و بالاخره پس از مجاهدت های افغان ها و قیام های مردمی در سال 1889 قشون سرخ مجبور به عقب نشینی شد و دولت دکتر نجیب هم پس از 3 سال سقوط کرد و مجاهدین به قدرت رسیدند. پنج سال پیش از امروز، یعنی در ششم جدی سال 1358، قشون شوروی سابق از بندر حیرتان، ترغندی و شیرخان بندر به افغانستان حمله کردند. تقریبا 109 ماه و 20 روز در افغانستان باقی ماندند. در این مدت ملت افغانستان جهاد را در مقابل قشون شوروی و اشغال افغانستان آغاز کردند که در اثر آن صدها و میلیون ها افغان کشته شدند. در حال حاضر از این روز تجلیل می شود، اما به شکل باشکوه آن نیست که این مثلا انتقاد برخی از مجاهدین و مردم افغانستان را هم برانگیخته است. فایز عظیمی، کابل نیوز. بیننده خبرهای جهان از کابل نیوز استید. هند بر تغییر پالیسی پاکستان در مورد تروریسم باور ندارد. مقامات آن کشور میگویند که هنوز هم جنگجویان در پاکستان آزادانه فعالیت دارند که متهم به انفجارهای زیاد در هند هستند. وزیر امور داخلی هند پاکستان را متهم میکند که گویا با فراهم نمودن جای امن برای تروریستان زمینه را برای جنگ نیابتی در منطقه مهیا کرده است. رجنت سنگ میگوید که در این اواخر ظاهر شدن داوود ابراهیم در کراچی نشان میدهد که پاکستان پالیسی قبلی خود را تعقیب میکند. کارشناسان هندی به این باور هستند که پاکستان هنوز هم تروریستان را به خوب و بد تقسیم میکند و در این کار منافع خود را جستجو میکند. سرمنشی سازمان ملل از صدراعظم پاکستان خواست تا مجازات اعدام را در این کشور لغو اعلام کند. بان کی مون روز شنبه در تماس تلفنی با نواز شریف در رابطه با کشته شدگان مکتب نظامی در پشاور ابراز همدردی کرد و از وی خواست تا فیصله اعدام را فوراً لغو اعلام نماید. پس از حمله بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور، حکومت پاکستان حکم ممنوعیت جزای اعدام را لغو اعلام کرد که در سال 2008 صادر کرده بود. رئیس جمهور اتحاد شوروی پیشین خواهان پایان تنش جاری در اوکراین شد. میخائیل گورباچوف که در مراسم رونمایی کتاب خود به نام پس از کرملین سخنرانی میکرد، از سران کشورهای روسیه و آمریکا خواست که از افزایش تنش‌ها در اوکراین جلوگیری کنند و از مقامات روسی خواست که کمک‌های خود را با آسیب دیدگان جنگ و مهاجران اوکراینی افزایش دهد. مجموعه خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.